حزب محافظه‌کار آلترناتیو برای آلمان برای تصمیم گیری بر سر رهبریش در انتخابات پیش روی پارلمانی کنگره حزبی خود را در شهر کلن برپا کرد. برخی از ناظران برآورد می‌کنند که این حزب تندرو می‌تواند برای نخستین بار در انتخابات با اقبال چشمگیری روبرو شود. همزمان با برپایی این کنگره حزبی، گروه‌هایی از جوانان چپگرا به برپایی تظاهرات در این شهر اقدام کردند. اعتراض‌های خیابانی به درگیری با نیروهای ضد شورش انجامید و دست کم دو افسر پلیس مجروح شدند. همچنین یک دستگاه خودروی پلیس نیز به آتش کشیده شد. بیش از 4000 نیروی پلیس برای مقابله با معترضانی که اعضای حزب آلترناتیو برای آلمان را فاشیست می‌خوانند بسیج شده‌اند.